تاریخچه قلعه شوش، یک اثر اروپایی در ایران. قلعه شوش که به قلعه آکروپول یا قلعه فرانسوی ها نیز شهرت دارد، به دست هیئت باستانشناسی فرانسوی در سال 1897 میلادی روی بلندترین نقطه شهر شوش بنا شده. این قلعه شباهت بسیار زیادی به زندان باستیل فرانسه دارد که با استفاده از آجرهای به دست آمده از کاخ داریوش و تعدادی از آجرهای منقوش به خط میخی چغاز نبیل به دست معماران دسفولی بنا شده است. تپه باستانی آکروپول، شهر تاریخی شوش. این قلعه بسیار زیبا و یکی از منحصر به فرد ترین آثار تاریخی و دیدنی ایران و استان خوزستان است که روی تپه باستانی شوش و در کنار کاخ آکروپول ساخته شده است. پلان قلعه زوزنقه‌ای شکل است که قاعده کوچک آن در سمت شمال واقع شده است. دور تا دور آن را راهروهای احاطه کرده و ردیف اتاقهای به سمت حیاط بر گرد آن قرار گرفتند. تقسیم بندی کلی قلعه به دو حیاط و فضاهای پیرامون این حیاط شکل می گیرد. قلعه دارای سه ورودی است که یکی از آنها در حال حاضر مسدود می باشد. قلعه شوش که آن را قلعه آکروپول نیز می نامند، روی بلندترین نقطه شهر شوش بنا شده و شباهت زیادی به زندان باستیل فرانسه دارد. نخستین حرکت‌های باستانشناسی در محوطه تاریخی شوش در سال 1851 به وسیله کنت لفتوس انگلیسی آغاز شد. این حرکت چندی بعد توسط ژان و مارسل دیولافووای فرانسوی ادامه پیدا کرد. به واسطه گسترش کاوش و کشف آثار ارزشمند و همچنین ناامنی، هیئت فرانسوی تصمیم به ساخت مکانی در این محوطه تاریخی گرفت. بالاخره در سال 1897 توسط ژان ژاک دومورگان قلعه شوش را بنا کرد. مصالح این قلعه نیز از آثار و ابنیه که در حفاری های کشف شد تهیه شده بود. قلعه شوش همانند قلاه قرون وسطای اروپا از دو حیات تشکیل شده که حیات دوم مرتفع تر از حیات اول است. در زیر حیات دوم دو تالار زیر زمین تعبیه شده است. این قلعه کلن در دو اشکوبه می باشد. بافت اصلی دیوارها از خشت است با روکشی از آجر. آجرها مربوط به ادوار مختلف تاریخی است. فرانسوی ها کاملا وقیحانه از آجرهای بناهای تاریخی مکشوفه در ساخت این قلعه استفاده کردند. عناصر تشکیل دهنده معماری شامل تاغ‌های رومی، درگاه‌های قوسی و تزئینات آجری است که تماماً از معماری ایرانی مایه گرفته و کل بنا توسط دو معمار دسفولی ایجاد گردیده‌اند. از سال 1371 در این محل به عنوان پایگاه باستانشناسی و انبار نگاهداری اشیاء تاریخی استفاده می شود. از دیگر قسمت‌های قلعه شوش می توان به اتاقک شیشه‌ای منسوم به کلاه فرنگی و برج استوانه‌ای که در ضلع غربی قرار دارد و به عنوان کبوترخانه مورد استفاده قرار می گرفت و همچنین
برج دیگر که در وسط حیات اول قرار دارد اشاره کرد. از دیگر تزئینات این قلعه نیز نقل درگاه‌های قوسی و ایجاد نماهای تزئینی با آجر و همچنین نقاشی‌های به سبک تلفیقی اروپایی و شرقی و آجرهای کتیبه‌دار چشمگیرتر هستند. به دلیل وجود انواع آجر، به ویژه آجرهای کتیبه‌دار با ابعاد مختلف و منقوش مینایی، می توان این قلعه را موزه آجر نامید. در خلال جنگ تحمیلی و در سالهای 1359 تا 1360 بارها این اثر تاریخی مورد حمله دشمن قرار گرفت و آسیب‌های جدی به آن وارد آمد. از سال 1371 تا 1373 قلعه شوش چندین بار مرمت اصولی شد، ولی در سال 1375 متاسفانه قسمتی از راهروها و اتاقها توسط سازمان میراث فرهنگی رنگامیزی شد. قلعه شوش، قلعه تاریخی شوش، در سال 1380 توسط سازمان میراث فرهنگی با شماره 3983 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. به امید آگاهی، آزادی و بازگشت به عظمت و سربلندی گذشته خودمان ایرانیان، پاینده ایران و ایرانی.